هلو خوش به یکی دیگه از ویدیو های من بردی هستم از کانال یوتیوب بردی گیمینگ سابسکرایب یادتون نره بچه ها این باس خیلی باس راحتیه فقط کافیه شما بمبار یه گوشه بذارید و عد درست رو بکشید همین آماده اید بریم هم دیگه آموزش ببینیم پس بزن بریم باس اسپل منیفستد موت رو میندازه روی پلیرا و بعد چند ثانیه پلیرا را استیبل موت رو میندازن روی زمین آن استیبل موت یه بمباییه که روی زمینن و خیلی کوچیکن ولی وقتی یه پلیری بهشون برخورد کنه تبدیل به یه شت خیلی بزرگ میشن پلیرا باید سعی کنن این بمبا رو کنار همدیگه گوشه های پلتفرم بریزن تا پلتفرم رو پر از بمب نکنن برای اینکه بتونید بمبا رو از روی زمین حذف کنید یه ابیلیتی باس داره به اسم دیکنستراکتینگ انرژی این ابیلیتی دایره زرد رنگیه که روی دو تا پلیر می و این پلیرها باید برن بین بمبا و نباید به اون بمبا برخورد کنن در حالتی که بمبا داخل دایرهشون باشه وقتی منفجر بشن تمامی بمبایی که توی دایرهشون بوده حذف میشن و از بین میرن باس با اسپل کازمیک شیفت کل رید رو پرتاب میکنه و باید حواستون باشه که وقتی این ابیلیتی رو میخواد بزنه پشت سرتون بمبی وجود نداشته باشه وگرنه میرید رو بمبا و کل زمین رو پر از شت میکنه باس اسپل پورتو فرم کسکید رو میزنه که یه فرانتاله و تانک باید جای وایسته که بقیه رید نیستن خود تانک هم میتونه این ابیلیتی رو جا خالی بده میلیام باید حواسشون باشه که همیشه پشت باس بازی کنن وقتی انرژی باس به 100 میرسه میره بالا و شروع میکنه به کل رید ایویی ای خیلی سنگینی زدن توی چهار طرف پلتفرم چهار مدل اد وجود داره رید باید یه دونه از این ادا رو انتخاب کنه و کل پلیرا برن زیر پای اون اد داخل دایرش به خاطر اینکه وقتی داخل دایره اون اد باشید دمیج کمتری میخورید و وقتی اون اد رو بکشید وقتی داخل دایرش هستید استکتون رو ریموو میکنه ولی اگه نتونید توی این فیز هیچ کدوم از ادا رو بکشید استک روتون میمونه و ممکنه که وایپ شید توی این باز کلا سه مدل اد داریم که یکیشون اسمش گاردینه این اد کار خاصی نمیکنه و فقط یه اوربی اسپان میکنه که هر ثانیه به ریدی دمیج خیلی کوچیکی میزنه و اصلا چیز زیاد مهمی نیست. اد بعدی اسمش دیجنریشنه که توی پک های بزرگ اسپان میشه و تعدادشون زیاده. این ادای کوچولو شروع میکنن به چنل کردن روی پلیرا و بهشون دمیج میزنن. تنها کاری که باید بکنید اینه که این ادا رو سریعا بکشید و اد بعدی اسمش اکوزیشنه که دستای خیلی بزرگ و سنگی داره و این اد خطرناک اد این باسه و باید سعی کنید توی اینترمیشن این اد رو قبل اسپان شدن بکشید که اصلا کلا اسپان نشه چون وقتی میمیره کل رید رو به مقدار خیلی زیادی پرت میکنه و ممکنه بیفتید رو بمبا و بمیرید تا اینجا که براتون توضیح دادم دیفیکالتی نرمال بودش تو دیفیکالتی هیرویک یه اد جدید اسپان میشه و همینطور یه ابلیتی تانکی تانک تانکی اسمش رزوننس چون کلا توی این فایت نباید کنار تانکا برید چون صد درصد ممکنه که بمیرید چون باز هم فرانتال داره هم روی تانک این اسپل رزونانس رو میزنه رزونانس کاری که انجام میده اینه که روی تانک اول یه دایره میاد و تانک دوم با تانک اول فاصله بگیره بعد از اینکه دایره تانک اول منفجر شد تانک دوم تانت میکنه و دور اون دایره میاد و منفجر میشه دوباره تانک اول تانت میکنه و کلا میلیا باید پشت باس باشن و اصلا نزدیک تانک ها نرن چون هر لحظه ممکنه این رزونانس اتفاق بیفته و بخورید و بمیرید توی هیروی که عد جدید هم میشه به اسم دیفنس ماتریکس که شروع میکنه یه شیلدی دور خودش آوردن و عدهای دیگه اگه داخل این شیلد باشن دمیج نمیخورن تانک باید این عد رو بیرون نگه داره تا وقتی شیلدش تموم شد اونو بیاره داخل و با بقیه ادها دی پی اس ای کنن و بکشنش بچه دمتون گم که ویدیو رو تا اینجا دیدید یادتون نره که برای من حتما حتما کامنت بذارید و اگه خوشتون اومده ویدیو رو لایک کنید و همینطور اگه میخواید خرید و فروش داخل هر بازی انجام بدین از جمله ورد آف کرافت میتونید به سایت mmorder.com یا سری بزنید دمتون گم تا ویدیو بعدی فعلا خدافظ